حمله به مرزهای ایران و تهدید این روزهای طالبان موج خشم تازه‌ای به سران مملکت و این گروه اسلامی افراطی رو در جامعه به وجود آورده و البته پاسخهای سران مملکت حالا به این موضوع با واکنش‌های تندی از سوی افراد مشهور در کشور روبرو شده که پرویز پرستویی همچنان با حمله به مسئولان نظام در نحوه رفتار با طالبان گلایه‌های تندی انجام داده. سلام دوستان، به کانال باید بدانیم خیلی خوش اومدید. در این برنامه به واکنش تند و جنجالی پرویز پرستویی به سران مملکت در خصوص برخورد با طالبان میپردازیم. اما قبلش ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید. چند روز پیش بود که پرویز پرستویی بعد از صحبت‌های میرسلیم با حمله به صحبت‌های اخیرش این متن رو منتشر کرده بود و با طعنه به پیمان جبلی هم نوشته بود. و اما اندر حکایت آقا مصطفی میرسلیم و آقا پیمان جبلی، این روزا این دو چهره سرشناس و معروف در دنیای مجازی که پستای مهمی رو هم اشغال کردن، هر روز بدتر از دیروز موجب خنده و تأسف مردم و اهالی فرهنگ و صنعت خودروسازان میشن و علت معروف شدنشون هم وجه اشتراکشونه. یه نفر هم نیست یواشکی در گوشه این دو نفر بگه آقایان آبرومندانه این پست هایی که اشغال کردید و رها کنید و به استراحت بپردازید و اینقدر آبروریزی نکنید. مردم ایران مردم بزرگ و فهیمی هستند. مثلا در مورد میرسلیم که در این 9 ماه گذشته حتما یادتون میاد که فرمودن چرا وقت اعدام ها اینقدر طولانیه؟ به سر خودش شریک منافقین آزاد میچرخه و به ساخت و ساز مشغوله. یا مثلا فرمودن 206 با لندکروز فرقی نمیکنه. یا رئیس صدا و سیما در پاسخ به پرسش دانشجویان درباره فعالیت‌های صدا و سیما بعد از قطع همکاری برخی چهره‌ها توضیح داده ما در درجه اول باید رابطه‌مون رو با چهره‌ها و افرادی که رابطه خودشون رو با فرهنگ خودشون، تاریخ و مردم کشورشون قطع کردن قطع کنیم. تعارفم نداریم، نمی‌خوان دیگه باشن، خب نخوان. اصلا یه بخش عظیمی از مردم هم بدشون میاد اتفاقا قیافه اونها رو ببینن. اینطور نیست که فقط اونها بدشون بیاد، مردم هم بعدشون میاد که قیافه این آدم ها رو ببینه. خب آقا پیمان جبلی کاملا در اشتباهید. هنرمند جماعت یا به قول شما چهره ها هر چی دارند از مردم دارن. هنرمند بدون مردم هنرمند نیست. اگه هنرمندان ارتباطشون رو با صدا و سیما قطع کردن نمیخوان شما و امثال شما رو ببینن. یعنی برای مردم احترام قائلن و اتفاقا علت عدم حضورشون در صدا و سیما شما هستید. مردم شما رو نمیخوان ببینن. شما یادتون رفته برادرتون در مورد شما چه ها که نگفت. ضمناً صدا و سیما ملک شخصی شما نیست. شأن هنرمند در صدا و سیمایی که شما مثلا رئیسش هستید نیست. صدا و سیما متعلق به مردم و هنرمندان و فرهیختگانه. فعلاً شماها حالشو ببرید. حالا در ادامه اما پرویز پرستویی نسبت به واکنش تازه و تهدید مردم ایران و سران نظام توسط طالبان که با طعنه در دبه‌های زرد بمب انتحاری غذا می‌خوردن و با واکنش تندی روبرو شده و عدم پاسخگویی مدیران نظام رو هم زیر سوال برده و نوشته دبه‌های زرد طالبان، عجب ضیافت مشمئز کننده، عجب حرام لقمه‌های، حیف نان، حیوانات از اینها پاکتر و تمیزترن. به خدا که با دیدن این صحنه ها خون هر آدمی به جوش میاد. حیف خون پاک جوانان مظلوم وطن نیست که به دست این کثافت ها که بویی از آدمیت نبرده اند ریخته شود. اون وقت وزیر کشور میفرمایند یک مسئله بود که حل شد و سردار کوسری میفرمایند دعوای ایران و طالبان دعوای خانوادگی است که با گفتگو حل میشه و پیرامون این موضوع زیاد مانور ندید. چرا زود با هر کسی دوست و هم خانواده میشیم؟ خب به چه قیمتی حل شد؟ آیا هیرمند، مردم سیستان و بلوچستان به آب رسیدند؟ پاسخ خونهای ریخته شده ی جوانانمان و خانواده هایشان را چه کسی خواهد داد؟ چرا ملت ایران را با این هیولاهای آدم نما هم خانواده می نامید؟ آیا شما حاضرید با این هیولاها بر سر یک سفره بنشینید؟ در پی به رسمیت شناختن دولت طالبان در افغانستان توسط مقامات جمهوری اسلامی حالا اظهار نظرهای متناقضی بعد از برخورد تهدیدآمیز طالبان با سران نظام به وجود اومد و یکی از این صحبت‌ها رو وزیر امور خارجه ایران امیر عبداللهیان انجام داد که بعد از این حواشی گفته حالا ما این صحبت‌ها با واکنش تند به حمله پرویز پرستویی به امیر عبداللهیان و سران نظام قرار گرفته و با انتشار توهین مجری تلویزیون طالبان در افغانستان به ایران نوشته چند روزی میشه که این ویدیو رو در دنیای مجازی دیدم.
از همون روز تا حالا هر بار که به این ویدیو نگاه میکنم حالم بد میشه. به عنوان یک ایرانی به غرور غیرتم بر میخوره و احساس حقارت میکنم. ما در ایران سال هاست که میزبان افغانستانی ها هستیم و در هر محله چندین خانوار افغانستانی وجود داره. از شمال شهر گرفته تا جنوب شهر و گوشه و گوشه ایران، حتی در عالم هنر هم عزیزان افغانستانی هستند که از جایگاه خوبی برخوردارند و قابل احترام. ما ملت ایران افغانستانی ها رو دوست داریم. اینا رو گفتم که خدایی نکرده به عزیزان افغانستانی بر نخوره. این جوانی که در این فیلم خط و نشان برای دولت مردان ما میکشه از تبار طالبانه. مثل اون گندبک 220 لیتری که وزیر امور خارجه ما با آغوش باز به استقبالش میره که گویی عزیزترین کسش رو دیده از سران طالبانه. از ماست که بر ماست. ببینید طالبانی که با ورودش محدودیت‌های زیادی برای ملت افغانستان به وجود آورد، از قبیل محدود کردن زنان در محیط کار و حضور در اجتماع و غیره، که حتی عده‌ای از اونها آویزان هواپیما شدند که از ترس طالبان افغانستان رو ترک کنند. ورود طالبان و عمل کردش باعث نفرت خیلی از مردم دنیا شد. فقط تنها کسی که به اونها نزدیک شد دولت ایران بود. برای خیر مقدم به دیدنشان رفتیم. در کشورمان میزبانشان شدیم. در به سفارت افغانستان را برای طالبان باز کردیم و فرش قرمز پهن کردیم. الان که برای حقابه مردم شریف سیستان و بلوچستان طلب آب برای سرزمین خشک و بی آب و علف سیستان و بلوچستان کردیم، ما را به سخره گرفتند و دبه های زرد انتحاری رو پر از آب کردند که برای ما بفرستند. آن هم برای کشوری چون ایران. با دقت به افاضات این جوان تازه کت و شلوار پوشیده ی طالبان گوش بدید. نباید به غیرت ما بر بخورد. البته که خود کرده را تدبیر نیست. آن آغوش گرفتن وزیر امور خارجه این پیامدها رو هم داره. آقایان، تو رو به خدا اینقدر ملت ایران را کوچیک نکنید. نگذارید هر از راه رسیده ای هر طور که دلش خواست به این ملت شریف بی‌حرمتی کند. اشتباه پشت اشتباه و نتیجهش چماقی بر سر ملت ایران. آقایان، اتاق فکرتان را خالی کنید از مشاوران کار نابلد. خب دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.